امشب در محلا مهمان محترمی داریم، قابل احترام برای نه تنها ما مردم ایران، برای همه آزادی خواهای جهان، دختر یک قهرمان فاطمه خانم سلیمانی، دختر حاج قاسم عزیز، و تشکر میکنیم که قبول زحمت کردن و امشب در خدمتشون هستیم. سلام و عرض ادب. اگه سلام به بیننده ها. اگه منو میگین دختر قهرمان، آزادی خواهان جهان، بابا اسم آزادی میومد کهیر میزد. انز نلبکی. خیلی بی ربط بود، معلوم بود. منم سلام میکنم اول خدمت مقام عظمای ولایت با اون جسم ناقصشون، و بعد هم با یاد و نام امام راحل با اون ابروهای کمندشون. بعد من نفهمیدم محلا کیه؟ دختر حاج کتلتو با این همه کمالات دعوت کردی؟ اون وقت محلا هم روش؟ چه خوشدندم هستی؟ ها، اسم برنامه تونه؟ همیشه جا پدر خالیه برای همه ما ها، بالاخص برای شما، ولی خب تو محرم حال و هوا فرق میکنه. برگردیم به اون دوران و دوران کودکی. بله خب جاشون خیلی خالیه، مخصوصا برای خود مقام عظما که خب دیگه همچین وحشی طوری و بگیر طوری تو دستبالمون دیگه نمی اومد. از وقتی هم که یادم میاد بابا کسلت هر جا که میرفت به عشق ولایت و به عشق خود آقا مقام عظما تو کار افقی کردن بود. بابا کسلت از 30 سال پیش به ما میگفت که اصلا کل نظام ولایت یا رو کشت و کشتار میچرخه یا رو روزه. خب اون قسمت ترکوندن و اینا رو، بمب و اینا رو که خب خود بابا کتلت انجام میداد. هر پنجشنبه و جمعه هم خب روزه را مینداخت، یک کله به حال نظام گریه میکرد، چون از حال دل مقام عظما خبر داشتی. البته من یه یادگار از ایشون دارم که خب حالا یه جایی از برنامه نشونتون میدم. این اهتمام به اون روزه ماهیانه کار حاج خانومه، درسته؟ بله دیگه، چون بابا کتلت خودش وصیت کرده بود که اگه من زودتر از نظام ساقط شدم شما این روزه بدبختی های مقام عظما رو ادامه بدین. یه وقت فکر نکنن با این جسم ناقصشون تنها. بابا کتلت خیلی به تدبیر و درایت مقام عظما ایمان داشتن. خودشون تعریف میکردن که یه بار جنتی نمیرالمؤمنین در حضور مقام عظما مزه پرونده بودن. مقام عظما هم گفته بود خدا نکشت جنتی. همونطور که میبینید ایشون همچنان زنده. خود بابا هم جلوی مقام عظما خودشو لوس کرده بود و میمون بازی در آورده بود که مقام عظما بهشون گفتن که قاسم خیلی خوشمزه. که بعدش دیگه بابا رفت و کتلت شد. با خاک بر سرم یادگار بابا کتلت شوخیش گرفته. اف نمیشه، ولی واقعا قسمت بشه اون روزه با من این چند باری که توفیق داشتم. بله خب شما عرازل و اوباش و جماعت جیرخور و مدده‌های بیت ولایت یه دکون دو نبش گریوزاری و سینه زنی و زنجیر زنی زدین دم ساندویچی بابا کتلت. والا اگه کارهایی که مقام عظما و شما سگ و سیلاش کردین رو تو تاریخ ثبت کنن 1400 سال دیگه که هیچ، 20 سال دیگه عوض یه ماه 3 ماه در سال برامون زنجیر میزنن. البته خب این رضامونم تنش میخوره واسه همچین لجنبازیایی. بکنم رضام الان یه ارسی از آقا. بله خب ایشون یه نمه از بابا کسلتمون ارث برده، اما از اون بیشتر زیزیگولو زینبمون ارث برده که خب همیشه تو مسیر لبنان و سوریه و عراق تبالا میکنه. اصلا شما بگو انگار یه دوچرخه دقیق از وسط یه دونه تاپاله رد شده باشه، اینقدر شبیه بابا کتلت شده این زینب زیزیگولو. حالا خود حاج کتلت تو خط مقدم در حال خدمت و آبادانی بود، زینبمون پشت جبهه رو آباد میکنه با همین حسن نصرالله و بشار اسد و اینا دیگه.
اینا همشون با جناقای بابا کتلت بودن که خیلی رابطه خوبی باهاشون داشت. حالا یه وقت عکس و فیلماش در نیاد صلوات با وول نخور دیگه بابایی. ارتباط بسیار عاطفی با شما داشتن. میخوام اگه اجازه بدید سوال بکنم از نوع برخورد دختر و پدری و... بله خب خیلی عجیب بود. بابا کتلت عاشق من بود. حالا بیشتر به خاطر این موجه هام و این همچین فوندانسیون ببخشید کلن ارتباط عجیبی با بچه ها و دختر بچه ها داشتن. برای همین اصلا بهشون میگفتن بچه کش. حالا از این عجیبتر ارتباط عاطفی که با باجن آقاش داشت، حسن نصرالله و بشار اسد و اینا. حالا یه وقت عکس و فیلماش در نیاد صلوات. یه ارتباط عجیبی هم با اشرار داشتن، یعنی با هر کسی که صحنه پرده‌ای داشت دو سوته ایشون رو تبدیلشون میکردن به اشرار و تروریست و خلاصه از این بترکوناش. از اون اول هم تو همین کار بودن میدونی؟ حتی اون زمانی که اون همه اشرار تو جنوب کرمان؟ بله اون زمان که بیشتر، مخصوصا با اشرار کرمان که خب خودتون ملتفتین که جنسش خوبه، خوش رنگه، بدون آشغال خب گلو رو نمیزنه. بعدم خب خودشون تو کار تخس کردن چخص و تقی و شیره و اینا بودن، میترگون. خود مقام عظما هم که 25 تایی برمیداشت، یعنی شیش نخودی فاتالا. بعدم دیگه کلن با همین داستان تو کشورهای دیگه هم تو کار بیزنس بودن، تا جایی که میشد ازشون استفاده میکردن. بعدم که خب سوتشون میکردن. ببخشید یه موردی هستش درباره حاج قاسم، این که خب حالا نسل جدید خب این اتفاقات منطقه و عراق و سوریه و اینا، خب یه دوران طلایی در کرمان بوده و مبارزه با اشرار و من میدونم که حالا توی یکی از کتابام که چاپ شده از حاج آقا دیدم که حاج آقا خیلی اثرگذار بودن رو بعضی از اشرار. بله خیلی اثرگذار بودن. و بابا کتلت چیکار می‌کنی؟ ببخشید یادگار باباست اون زیر اذیت. بله داشتم میگفتم خیلی تعصب داشتن روی اشرار. اگه کسی شرارت های معمولی و سبک داشت خیلی عصبانی میشدن. میگفتم باید اینا رو ببریم تو سپاه قدس، ازشون اشرار ترازه با شرارت های مقام و عظمای ولایت درست کنیم. بعدم دیگه اونا رو میفرستاندنشون سوریه، سلاح میدادن دستشون که یه وقت تظاهراتی چیزی میشه برن تو همین خیابونای ایران یه کارای ولایی بکنن. بعد این اثراتشون خیلی هم صدا داشت، میترکوندن، منفجر میکردن، میکشتن. تو سوریه، تو عراق، تو لبنان کلن دست به ترکونشون خیلی ملس بود. آمارشون هم که خب الان رکورددار اثرگذاری هستن. بابا کتلت خودشون اشرار رو خونه هم می آورد. خلاص این سفره انقلاب پهن می شد و با هم دیگه می زدیم بر بدن. بعد همون زمانی که خونه شما می اومدن شرارت هم داشتن؟ وای چه نازی تو صورتی خنگی تو بخورم. خب اینا می اومدن خونه ما که شرارت کنن دیگه، نمی اومدن دکتر بازی کنیم که. گفتم دکتر بازی، بابا باز دوباره جوگیر شده این زی. خیلی شر و شیطون بودن که خب اثرش تو یادگاراشون هم مونده دیگه. البته خب شرارت های اونا پیش کارهای حاج کتلت اصلا به چشم نمی اومد، برای همین همشون یه احساس حقارتی داشت. برای همین وقتی از پیش بابا میرفتن آمار قتل و غارتشون زیاد میشد. اما خب بابا هم که میدونین رسما حسود پلاستیکی بود، زرتی با امام راحل محشورشون میکرد. بلا کل اختشاشات
هواتون رو داره.